دوباره برگشتیم دوستان عزیز. سلام دارم خدمت دوستایی که تازه به جمع ما پیوستن و سلام دارم خدمت دوستایی که تازه سفره پهن کردن و چای صبح را نوشجان میکنن. دوستان عزیز، در ادامه برنامه قرار داریم و امیدوار هستم که از داشته های برنامه مستفید شده باشین. قسمی که دوستان عزیز، همه ما شاهد هستیم که در روزهای اخیر در ولایات مختلف افغانستان سیلاب ها، طوفان ها واقع شده و جان هموطنان عزیزمان را گرفته و متاسفانه که خسارات جانی و خسارات مالی را یا خسارات مالی هنگفتی را به هموطنان ما وارد کرده است که یک خبر همین اکنون به دست ما همچنان رسیده که در ناحیه نهم شهر کابل یک پارک مکمل توسط طوفان تخریب شده و ما امیدوار هستیم که نهادهای مربوطه در این قسمت توجه جدی خود را داشته باشه و از هیچ نوع کمک دریغ نکنند و همچنان از هموطنان خود تقاضا دارم که در جریانی که باران میباره، طوفان میباشه و یا هم خطر سیلاب هست، جای خود را تغییر بده، مکانی که درش هست او را تغییر بده و به جای امن بروند تا باشد که جانشان و مالشان حفظ باشه. خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همچنان مهماندار هستم که مهمان عزیز و محترم در برنامه حضور پیدا کردن، محمد ناصر ابراهیم خیل که کارمند ریاست حفاظه نباتات و قرنطینه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هستند که قرار است دوستان عزیز صحبت بکنیم در رابطه با کنده های نباتی که قبل از همه ما حضورشان را به برنامه خوش آمد میگم. سلام ابراهیم خیل، صبح خیل به برنامه خوش آمدین، صبح شما بخیر. تشکر، صبح شما بخیر، زنده باشید. قربان شما. چه حال دارین جناب استاد؟ تشکر، شکر، خوب است. صبح چیگونه آغاز کردین؟ خیلی خوب، صبح خوب، یک وقت آمدن هیچه یک کمک سرگردان چون دیگه خوب بوده. پس معلوم میشه که صبح متفاوتتر آغاز کردیم. نه خوب بوده. سلامت باشین. جناب استاد، چی خوب است بپردازیم به برنامه و از شما بشنویم که کنده های نباتی چی هست؟ بسیار حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. دولتر از همه سلام و احترامات خدمت شما. علیکم سلام. بخش میکارن تخنیکیتون و هموطنانی که معامل لازم ما را از پرده تلویزیون یک میبینن، سلامت باشید. تقدیم میکنیم صبح همیشون بخیر. در پولی امراض و آفات نباتی که بالای محصولات ما شما حمله میکنن، یکی هم آفات مهمی که برام کنده های نباتی است میباشه. نظر به میزبان های زیاد و تکسری که سره که دارن از جمله آفات درجه اول به شمار می روید و خسارات هنگفت را برای زارعین و باغداران ما می رسانند. بله جناب استاد، حالا چی فرق بین کنده نباتی و حشرات وجود دارد؟ بخاطر که بعضی ها اصلا فرق قائل نمیشن و اصلا نمی دانند که آیا فرق وجود داره یا خیر؟ تشکر. فرق عمده بین کنه و حشره و کسایی که میخوان که را مطالعه بکنن، یکی هستون که مثال حشره رو ما گفتیم که حشره بدنشون از 3 قسمت تشکیل شده. بله. ولی از کنه ها از 2 قسمت تشکیل شده، چون سر و سینه با هم وصل است و قسمت بعدیشون قسمت شکم هستن. حشرات آن تن داره ولی کنه آن تن نداره. حشرات بال داره، کنه بال نداره. حشرات 3 جور پا داره. کنه در مرحله لاروا، مثل مرحله نیمف یا چوچه 3 جور پا داره و در مرحله بلوغ 8 جور پا داره. چی ببخشید 8 پا داره که 4 جور میشه. فرق عمدهش اینمی است. بله جناب استاد، این که شکل ظاهری است که شما فرق قائل شدین، تفاوت قائل شده، میشه که در از نگاه فعالیت هم یک چند مثال بزنیم؟ فعالیت از بالای نبات مانند شبشک های نباتی است که چون سیستم دهن از این مکنده است از شیره نباتی تغذیه میکنه و فرقشان با حشرات این است که مثال حشرات از وقتی که شیره نباتی رو میگیرن و شیره ایره که هضم کردن نمیتونه متباقی از این رو در 2 ساختمان به نام کارنیکل افراز میکنه که ما شما به قسم شکرک یا پختگک یا شما لقم آرد مانن در حشرات مختلف شبشکای مختلف میبینیم، ولی از این حالت نیست. این بسیار خرد است که به شکل قسم عادی ما شما بدون کدام به حساب ایرانی بگویم وصله یا دور دیدن نمیتونیم.
بدون از اینکه ما شما او را بروی کاغذ سفید بتکنیم و یا توسط لنز دستی یا میکروسکوپ باینوکلر او را مطالعه بکنیم. خساری از این هم مانند شبشکا عشیری نباتی تغذیه میکنن. ولی چیز مهم دیگه ای که اینجا هستن که باید بفهمیم، خود شما دوستا خود بگوین که این وقتی که این بنده از خرد است این خساری از چی باشه؟ ای که هستن به خاطر هضم بیرونی از خود یک انزیمی را ترشح میکنن تا منطقه یک به حساب تغذیه میکنن یا شیری از این میگیرن اجرا نرم بکنن هضم بیرونی انمی انزیمی که ترشح میکنن درخت یا نبات مقابل از این حساسیت نشون میده. و دوم دیگه یکی از که بالای این را کردن تارتن هم میگن که بروی کن نباتات این جال یا تار میوافه، مثل جولگک واری جولگک هایی که ما شما میبینید تار میوافه که این باعث ایزی میشه که گرد و خاک میگیره و خساری بیشتر به نبات، یعنی غیر مستقیم بیشتر به نبات میرسه. بله جناب استاد، علائم کنه نباتی چگونه میباشه؟ یعنی یک دهقان باید چگونه تشخیص بده که نباتش کنه زده؟ بسیار خوب، ما خواهم گفتم که این را به نام جمله از این کنه ها، ما یک کنه را به حیث نمونه یا مثال بله. کنه های دو خاله میگیم ما بله. این را مطالعه قرار میتیم. کنه دو خاله که بگویم یکی از آفات مهمه محصولات زراعتی ما شماست. بر علاوه از این که به محصولات زراعتی ما شما خساره میرسانند، دیگه خساره غیر مستقیم نیز برای جامعه میرسانند که بروی از یا نباتات جال بسته میکنند یا جال تولید میکنند. اینمی جال که تولید میکنند این را خاک میگیره و عملی فوتوسنتز ای برهم میخوره. بله جناب استاد، میشه که در مورد دوران حیات کنه نباتی هم چنان صحبت بکنید که دوران حیاتش چگونه هست و بیشتر در کدام قسمت از نبات تشکیل میشه؟ بسیار الله، ایره باید بفهم که کنه نباتی زمستان خود به شکل ماده بالغ زیر قلخ ها بقایای نباتی که به حساب برگو یا که میفتن در بیخ خود نبات ای چی میکنن؟ زمستان گذارانی میکنن و بعد بهار زمانی که برای از یا زمینه مساعد میشه یا شروع به فعالیت میکنن، یعنی به تخم گذاری شروع میکنن. تخم را چه رقم بروی برگ یا شب تارا یا جالا میبافن و بعدا تخم را بالای قرار میتن یا زیر از قرار میتن در سطح پایینی برگ. ای تخم چوچا وقتی که چی میشد بعد از 4-5 الی 1 هفته روز الی 1 هفته ای تفریخ میشه و شروع به فعالیت میکنه. ما گفتم که طرز خساری از این است که باری جا نباتات یا تار میبافن و این را گرد و خاک میگیره، عملی فوتوسنتزیز برهم میخوره، در صورت شدت برگ‌ها رنگ خود تغییر میده، زرد میشه و زرد مایل به سرخ و میریزه. تمام برگ‌ها از دور گرد آلود معلوم میشه. در نباتات البته نگفته نباید که این کنه بیش از 150 نوع میزبان داره، یعنی این میزبان وافر ازی که میزبان زیاد است و تکثر اثری ازی باعث از این میشه تا خساری شدید را به محصولات ما برسانه. مثال بر علاوه این نبات درختان مثمر و غیر مثمر به سبزیجات، نباتات زینتی و حتی علف های هرزه هم عمله میکنن که اینی باعث از این میشن که در سبزیجات، البته در سبزیجات علائمش با درختان سیب یا درختان بادام درختان دیگه این فرق داره. فرقش اینه است که در درختان سیب برگ ها رنگش زرد مایل به سرخ میشه، ولی در سبزیجات برگ ها رنگش سفید گونه میشن. اما جایی که تغذیه میکنن سفید رنگ نقره ای رو به خود میگیرن و بالاخره پژمردگی شدید این بار میره و از بین میره. البته شرایط مساعد برای ازی آفت هر چقدر هوا گرم و خشک باشه تکثر ازیا سریع و بیشتر است.
بله جناب استاد، حالا در مورد خسارت گفتیم، میشه که در مورد راه‌های حل هم چنان صحبت بکنیم که به طور مثال من که دهقان هستم چگونه میتونم که نبات خود را از کنده‌های نباتی نجات بدم؟ تشکر. ما شما باید اگر خواسته باشیم که یک محصول خوب به دست بیاریم، ما شما باید مشاهدات هفتوار از نبات خود داشته باشیم. اگر مشاهدات ما نداشته باشیم، به حالت ما شما متوجه میشیم که وقت کار از کار گذشته و بدبختانه بگویم که بسیاری از زارعین و باغداران ما که فعلا برای ما در کلینیک نباتی که ما داریم تشریف میارن و نمونه ای را برای ما میارن، حالت می باشند که از تداوی به حساب گذشته، یعنی یا به حساب تداوی میکنن خودسرانه و یا بعدا به حالت میرسه که نمیتونه او رو کنترل بکنه، برای ما مراجعه میکنه. وقت مراجعه میکنه حالتی است که گپ از گپ تیر است. یعنی دقیق باید مشاهدات هفته بار مشاهدات دقیق داشته باشد نبات خود. دستون به مجرد که یا با روی برگ های نبات خود گرده یا جال نبات میبینه، به این متقن شبه که او بالش حمله کرده. اگر جال هم نیبینه، بخاطر یک آسرای آسان برای دهاقین این هستند که یک ورق کاغذ سفید اگر بگیرن این برگ هایی که به حساب چیز هستند این بالاش بتکانه، چون وقتی از برگ بالای خود چی میتکه چون کاغذ سفید است، وقتی که یه حرکت میکنه بعدا شما او رو دیده میتونیم، برای بر خود ما شما دیده نمیتونیم. جناب استاد، پیش از اینکه گپ از گپ بگذره باید یک دهقان چی بکنه؟ امین میگم که مشاهده بکنه قبل از اینکه مجرد که همی شیوع کرد باید اقدام بکنه. نمونه را برای ما بسار بگیره، نمونه را بگیرید کلینیک های ما در تمام ولایت کلینیک های داریم، ما در مرکز کلینیک داریم، مراجعه بکنن که اینجا برش تشخیص شود، بعد از او امو راهنمایی طریق کنترل دقیق برشان سفارش شود تا بتانه چیست. تنها رای حل استعمال پستیساید نیست، ما طریق های مختلفی را به حساب برشان راهنمایی میکنیم. میشه چند طریقه را اگر امکانش داشته باشه بازگو بسار آنها؟ بله. ببینیم بزاری باغدارای ما شما وقتی که حاصل رفع جمع میکنن یا رفع حاصل میکنن، به این فکر میکنن که دیگه مسئولیت ما تمام شده، در صورت که این نیست. اصلا مسئولیت بیشتر بر ازیا اینجا متوجه میشه. چرا؟ به خاطر از که مشکلاتی که امسال داشتن باید با سال آینده نداشته باشن. بله. او رو جلوش بگیرن، یا یعنی بیش از 80% امراض حشرات از طرف به حساب زمستان یا تیرما این کنترل میشه. ای بانه از اینست که زمستان شد همه ما شما در استراحت باشیم. کارهایی رو که در ضرور هستن، اولین کار که به حساب میکنن در ماه که میزان وقتی که برگا میرسه، ما برای دهقان خود راهنمایی میکنیم که محلول یوریا سپری یا کود یوریا، یعنی 1 کیلوگرم کود سفید در 20 لیتر او انداخته میشه و با چی وقت؟ زمانی که 80% برگ بریزه، یعنی تیرما برگ بریزه، دو وقت یا خودت به درختها رو بشویه سریزی یا پاکون به حساب دوا پاشی بکنه که در پایین در برگ میریزه چندین فایده داره. یک فایده شید که امو تخم یا بقایای خود کنه یا خود کنه که در درخت در درد در شاخ در یا هستن، اینیا را به حساب کنترل بکنه. و دیگه ای که امی برگایی که در زیر میریزه، اینا با کود سفید براش میریزه، خوب تجزیه میشه با مواد عضوی به خاطر تقوی درختان این خودش تبدیل میشه. طریقه دیگه ای که اصلا استعمال لایم سلفر در ماه هود قبل از اینکه درختان از خواب زمستانی بیدار شوند، لایم سلفر استعمال میشه که طریقه لایم سلفر ما به تمام ولایت‌های ما عملاً جور میکنن بر دهقان و اکثر دهقان خبر دارن که مثال مو طریق ساختن لایم سلفر که هستن چه رقم لایم سلفر ساخته میشن، مثال یک امو خود لایم سلفر که جور میکنن، یکی بر نو یا یکی ساو چی لایم سلفر و نو ساو مخلوط میشه و این درخت ها تمامش بالاش محلول پاشی میشه. بر علاوه که امراض اصلا برای امراض نباتی به خصوص برای چیز هستن احکنه ها و چیز هم چیزایی که بالای درخت هستی را هم کنترل میکنه. در شروع فصل نمویی وقتی که هوا گرم و خشک میشه، هوا گرم و خشک میشه، در این وقت
یا باید یا را مطالعه بکنن و بازدید بکنن به مجرد که شیوعی کنه را مشاهده کردن یا به حساب تغییر آمدن یا برای ما یا خودشان ببینن بعد از اون باید که ما برایشان راهنمایی بکنیم که کدام کار ضرور است. اگر استعمال پستیساید ضروری بود برایشان میگیم که مثال طریقه کیمیایی را پیش ببرن و در خیر از این در اقتداد و در خانه های که مثال 3-4 درخت و 5 درخت یا هستن میتونن توسط آب بشوین. خود امیشستان با آب هم میارن به حساب شدت از جار کاهش میتن و در غیر از او ما میتونیم برایشان مواد کیمیایی را هم سفارش بکنیم در صورت که وقت داشته باشن و یا وقت رفع حاصل نباشن که از او استفاده نشن چون هر پستیساید یک مدت انتظار مشخص داره بعد از اینکه استعمال میشه با تا او چند روزه که به حساب مدت انتظار است از او استفاده صورت نگیره برای کنترل از این کناهای نباتی ما پستیساید را سفارش میکنیم به نام پروپارژیت یا ابومتین به اندازه 2.5 الا 2 سی سی در یک لیتر او در صورت ضرورت حل میشه و محلول باشه. سلامت باشین. تشکر دوستان عزیز. جناب استاد خیلی نکات ارزنده و مفید را اشاره کردن. امیدوار هستیم که دهقین شنیده باشن و در کارهای روزمره خود عملی بکنن. یک نکته خیلی خوبی را که اشاره کردنی که زمانی که محصول برداشت میشه دهقین نباید غفلت بورزن و در زمستان همچنان فعالیت داشته باشه در زمین خود تا باشد که در بهار دوباره وقتی که کاشت میکنن یک برداشت خیلی خوب داشته باشن. خب جناب استاد در اخیر یک پیام خیلی کوتاه شما تشکر. ما پیام به تمام زارعین ای هستم که قبل از این که تشخیص شوند یا استعمال خودسرانه پستیساید را سفارش نگیرند از بازار و خودسرانه استعمال نکنند بر علاوه که کنترل نمیشه محیط آلوده میسازه خود محصولات ما شما را زهری میسازه. بله دقیقاً باید چی میکنن بعد از اینکه ما هر مشکلی که مواجه میشن ما در ولایت اول سوالی در مرکز خود وزارت بله هر مشکلی باغ ما نمونه را بیارن اون ما خود ما معاینه میکنیم براشون سفارش میکنیم راهنمایی میکنیم که یا چی بکنم. بله دقیقا نباید دواهای خودسرانه استفاده کنن باید به متخصص مربوطه مراجعه بکنن تا اونا راهنمایی خود را داشته باشن. سلامت باشید. ممنون حضورتون در برنامه. تشکر. قربان شما. خوش باشید. خب بینندگان عزیز ما از حضور گرم شما نازنینان تا روز بعد مرخص میشم. رفت و برگشت کوتاهی داریم. دوستان عزیز برنامه گلبانگ ادامه دارد.